آقای تبرزدی که به جرئت میتونم بگم در 10 سال گذشته به طور مداوم بین خانه و زندان در رفت و آمد بودند. پس از قریب 1 سال آزادی، ایشون بعد از حوادث عاشورا در تهران بازداشت شدند و طبق اون چه که خودشون برای من تعریف کردن، تمام بازجویی های ایشون با چشم بسته بوده و حتی اولین جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام با چشم بند انجام شده. در اوراق پرونده قضایی ایشون، بازپرسی که قرار بازداشت ایشون رو امضا کرده بود، فاقد نام و هویت بود که این مورد اعتراض بنده و دیگر وکلای پرونده در دادگاه قرار گرفت. و علارغم اینکه بیش از 7 ماه از بازداشت موکلم آقای مهندس تبرزدی میگذره، دادگاه در آخرین وقتی که برای رسیدگی به وکلای پرونده ابلاغ کرده، وقت رسیدگی رو به 16 شهریور، یعنی نزدیک به 10 ماه پس از بازداشت ایشون تعیین کرده. خانم ستوده، چرا برخلاف قانون دادگاه متهمان سیاسی مانند آقای تبرزدی علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار نمیشه؟ همونطور که اشاره فرمودید، مطابق اصل 168 قانون اساسی، 3 ویژگی برای جرائم سیاسی بدون هیچ استثنایی در نظر گرفته شده: محاکمه متهمین سیاسی در دادگاه‌های عمومی و نه در دادگاه‌هایی که بخشی از نهادهای امنیتی کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین به صورت علنی بودن اون مطلق هست، یعنی هیچ دادگاهی در اتهامات سیاسی به هیچ دلیلی نمیتونه دادگاه غیر علنی اعلام بکنه. اتفاقی که در دادگاه موکلم آقای عیسی فرخیز افتاد، و همچنین حضور هیئت منصفه. کلیه اتهامات موکلم آقای تبرزدی به ظرف قاطع عرض میکنم، با هر نگاهی این اتهامات سیاسی هست، اما قضات دادگاه های انقلاب با این استدلال که جرم سیاسی در مجموعه قوانین ایران تصویب نشده، متهمین سیاسی رو در دادگاه های انقلاب که جزی از نهادهای امنیتی محسوب میشن محاکمه میکنن. عدم تعریف جرم سیاسی و قصور مأمورین دولتی در انجام وظایفی که بابت اونها از مالیات مردم حقوق دریافت میکنن، به هیچ وجه نمیتونه منجر به تضییع حقوق شهروندان بشه.